سلام و درود به همه بینندگان این برنامه. خوش آمدید به برنامه ورزشی ما در تلویزیون ایران فردا. مدال روز ما برای دختران والیبال ایران که با وجود اون پوشش دست و پاگیر و پرزحمت در دومین دیدارشون در والیبال آسیا با شکست هنگ کنگ همراه کره جنوبی به جمع 8 تیم برتر آسیا پیوستند و جواز حضور در مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو رو به دست آوردن. به هر حال اگر این اتفاق بیفته، این افتخار بزرگی است که دختران ایران بعد از اون همه زحمت و مشقت، بعد از اون تعطیلی های ورزش برای زنان، تونستن به بازی های المپیک راه پیدا بکنن. به هر حال تا همین جای کارم براو و واقعا خسته نباشید، هورا برای دختران والیبال ایران. در نخستین دیدار برابر کره جنوبی میزبان شکست خوردن با وجود شایستگی. در دومین دیدار بحث‌هایی در مورد پوشش زنان ورزشکار ایران به راه افتاد. بازیکنان خسته و گلمند از لباس‌های دست و پاگیر و برحال خسته کننده خودشون رویای خودشون رو جستجو میکنن که رفتن به المپیک. در ایران سالها به دلیل حضور رژیم مذهبی فعالیت‌های ورزشی برای زنان تعطیل بود. انتقال تجربیات نسل‌ها متوقف شد. متأسفانه والیبال زنان ایران به نسل تازه‌ای نیاز داره. آیا مسئولین والیبال ایران این رو می‌دونن؟ به هر حال مسابقات ملت‌های آسیا در والیبال تا سوم شهریور ادامه داره. کمی به اسامی دختران والیبال ایران توجه کنید. مونا، نگین، شبنم، مهسا، فرزانه، مائده، ندا، پوران، حاله، مونا، آنا و تهمینه و زهرا بخش. به هر حال براو دختران والیبال ایران. هورا. به نوشته خبرگزاری فارس، پیش از آغاز لیگ فوتبال ایران، حریف روز نخست پرسپولیس در لیگ 19 پنجشنبه هفته جاری حتی پول رزرو هتل هم نداشته، در حالی که سازمان لیگ اعلام کرده بود اجازه حضور به تیم‌های بدهکار نمیده و به هر حال باشگاه پارس جنوبی که ظاهراً وابسته به یک نهاد صنعتی اقتصادی است تا شروع لیگ 19 حتی یک ریال به بازیکنانش نداده. هیچ کدوم در سازمان لیگ نامشون ثبت نشده، بدهی‌های سال گذشته بازیکنان تسویه نشده. بدتر از همه باشگاه پول رزرو هتل برای بازیکنانی که به تهران رفتن نداشتن. به هر حال این جریان لیگ فوتبال ایرانی که داره شروع شده. اگر واقعا منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی توان مسائل مالی این باشگاه رو نداره، چرا قبل از شروع فصل یک تصمیم جدی نگرفته؟ برحال همطور که گفتم این تصویر کوتاهی است از 19 لیگ فوتبال ایران در زمان ملاها که مربی ایتالیایی استقلال هم گفته اگر پول 2 کارم رو بدید من برمیگردم به کشورم. اما کمتر از یک هفته به 18 دوره جام جهانی فیبا بسکتبال که برای نخستین بار در چین برگزار میشه در 8 شهر این کشور، 7 تیم برتر مستقیم به بازی‌های المپیک میرن، از جمله بهترین تیم‌های آسیا، آفریقا، اقیانوسیه و 2 از بهترین تیم‌های اروپا. 16 تیمی که به دور دوم برسن در این جام جهانی بسکتبال شانس این رو دارن که برای حضور در 4 رقابت راهیابی به بازی‌های المپیک شرکت کنن. تیم ملی بسکتبال ایران با ستاره‌هاش البته حامد حدادی سه‌شنبه تهران رو ترک کرد با امید رسیدن به دور 16 تیم برتر و شانس حضور در انتخابی المپیک 2020. امیدواریم اینطور بشه. بسکتبال مردان ایران در این جام جهانی در دور نخست با اسپانیا، پورتوریکو و تونس روبرو است. آیا چقدر شانس داره؟ به تهران سر میزنیم، به خانم مهین کورکیان، بانوی بسکتبال ایران، بانوی تیم ملی بسکتبال ایران، و میپرسیم این جام جهانی برای بسکتبال ایران چقدر اهمیت داره خانم کورکیان.
اهمیتش که مشخصه، حتما اهمیت داره، به خصوص اینا میتونه عاملی باشه برای انتخاب المپیک. تیم ایران بازی‌های تدارکاتی خیلی خوبی انجام داد، امید زیادی به این هست که جزو دوتا تیم در از گروه خودش بیاد بالا، تیم‌های پورتوریکو و تونس رو شکست بده. ولی خب بسکتبال بازی لحظه ها و توپ، احتمال هم هست که این اتفاق نیفته. ما آرزو داریم که تیم ملی ایران موفق بشه در این راه خطیری که داره. واقعیت اینه که ما یک حامد حدادی داریم که خودش یک تیم محسوب میشه و کاملا یک بازیکن پخته ای شده که کاملا میشه روش حساب کرد. مربی روسیه ستایشش کرد، گفت یک حامد حدادی تیم ما رو واقعا اذیت کرد. غیر از اون صمد نیکخواه بهرامیه که بازیکن با تجربه و جنگنده و پر انگیزه ایه. ولی در کنار اینا ما بازیکنای جوانی داریم مثل آقای جمشیدی و بهنام یخچالی، اینا هم خیلی الان میتونن کمک کنن که تیم ایران یک تیم یک دست خوبی بشه برای مسافی که داره برای مسابقات جام جهانی. بحثی نیست که ما آرزوی قلبیمونه که بسکتبالمون اینقدر پیشرفت کنه که بتونه حداقل در مسابقات جام جهانی از گروه خودش با توجه به این گروهی که افتاده بیاد بالا، ولی باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. بازیکن محوری یک طرف قضیه است، ولی بازیکن وزین و تکیه‌گاه یک تیم هم یک طرف قضیه است و حامد تمام اینا رو واجد شرایط. آیا تیم ملی بسکتبال هم بین مردم ایران الان محبوبیتی داره؟ والیبال و فوتبال جاشون رو پیدا کردن؟ بستگی داره به یه سری برنامه ها، برنامه هایی که بتونه بشناسونه بازی بسکتبال رو و توسعه بده، انگیزه سازی بکنه. ولی متاسفانه من اینو در بسکتبال سالهاست ندیدم، چون من به خصوص چون پسرم هم بازی میکرد اون زمان، تمام مسابقات رو میرفتم میدیدم و پیگیری میکردم. الان اون محبوبیتی که والیبال پیدا کرده و ما یه ویدیو هم ازش دیدیم که در کل جهان پخش شد که چقدر بچه ها علاقمندن از بچگی به والیبال، این حالت رو بسکتبال قبلا داشت، ولی الان من متاسفانه یه مقدار کمکاری دیدم از فدراسیون بسکتبال. ولی باز آرزو دارم تیم ملی ما موفق بشه. با سپاس از مهین کورچیان، ستاره ملی پوش پیشین ایران پیش از رویدادهای 40 سال اخیر. ورزش بدون زنان زیبا نیست. با علی کارگردانمون، رضا صدا و دیگر همکارانم در تلویزیون ایران فردا با شما بدرود و درود.